حمید مصدق در یکی از اشعارش داستان پسرکی رو نقل میکنه که سیبی رو از باغچه همسایه میدزده و اون رو پیشکش دختری میکنه. باغبان از راه میرسه، سیب از دست دختر میفته و یک جدایی نمادینی بین این دختر و پسر اتفاق میفته. حالا ست شاعر ما از دیدگاه پسر، دخترک و سیب این داستان رو برای ما روایت میکنه. حمید مصدق میگه: تو به من خندیدی و نمیدانستی من به چه دلهره از باغچه همسایه سیب را دزدیدم. باغبان از پی من تند دوید، سیب را دست تو دید. سیب دندان زده از دست تو افتاد به خاک، و تو رفتی و هنوز سال هاست که در گوش من آرام آرام خشخش گام تو تکرار کنان میدهد آزار. و من اندیشه کنان غرق در این پندارم که چرا باغچه کوچک ما سیب نداشت. فروغ فرخزاد از دیدگاه دختر این داستان رو روایت میکنه. میگه: من به تو خندیدم چون که میدانستم تو به چه دلهور از باغچه همسایه سیب را دزدیدی. پدرم از پی تو تند دوید و نمیدانستی باغبان باغچه همسایه پدر پیر من است. من به تو خندیدم تا که با خنده خود پاسخ عشق تو را خالصانه بدهم. بغض چشمان تو لیک لرز انداخت به دستان من و سیب دندان زده از دست من افتاد به خاک. دل من گفت برو، چون نمیخواست به خاطر سپرد گریه تلخ تو را. و من رفتم و هنوز سال هاست که در ذهن من آرام آرام حیرت و بغض تو تکرار کنان میدهد آزارم. و من اندیشه کنان غرق در این پندارم که چه میشد اگر باغچه خانه ما سیب نداشت. جواد نوروزی از دیدگاه سیب میگه: دخترک خندید و پسرک ماتش برد که به چه دلهور از باغچه همسایه سیب را دزدیده. باغبان از پی او تند دوید، به خیالش میخواست حرمت باغچه و دختر کمسالش را از پسر پس گیرد. این وسط من بودم، سیب دندان زده‌ای که روی خاک افتادم. من که پیغمبر عشقی معصوم بین دستان پر از پرسش دختر بودم و به خاک افتادم چون رسولی ناکام. هر دو را بغض رو بود، دخترک رفت ولی زیر لب این را گفت: او یقیناً پی معشوق خودش می آید. پسرک ماند ولی زیر لب این را گفت: مطمئنن که پشیمان شده بر می گردد. سال هاست که پوسیده ام آرام آرام. عشق قربانی مظلوم غرور است هنوز. جسم من تجزیه شد ساده، ولی ذراتم همه اندیشه کنان غرق در این پندارند. این جدایی به خدا رابطه با سیب نداشت.